سلام مجدد، خدا خدمت هر یک شما عزیزان دل میرسانم. امیدوار استم که در هر گوشه دنیا که هستین خوش و سعادتمند باشین. امروز من براتون طرز تهیه پکوره را نشان میتم که بسیار خوشمزه و لذیذ است. خدا کنه خوشتان بیه و منتظر نظریاتتان هستم و لطفا لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین نازنینا، و نظریات خدا حتما در کامنت بر من نوشته کنین. مواد لازمیش از یک پیاله آرد پکوره، یک پیاله پالک تازه ریزه شده، نیم پیاله گشنیز تازه، یک پیاله کچالوی رنده شده، نیم دانه پیاز، یک دانه مرچ تازه. ما از نیمش استفاده کنیم به خاطر که از ما مرچ ها زیاد تون بود. یک قاشق غذاخوری سیر و زنجفیل، نیم قاشق چایخوری زردچوبه، یک قاشق غذاخوری پودر مرچ سرخ یا پپریکا، یک قاشق غذاخوری پودر گشنیز، یک قاشق غذاخوری پودر زیره، یک بر چارم سه قاشق غذاخوری سودا و کمتر از نیم قاشق غذاخوری بیکن پودر و نمک قدر ضرورت. و تمام شد که کاسه کلان مندازیم و امروی نیم گلاس آب ایره خوب مکس میکنیم یا مخلوط میکنیم کلگیشه. زیاد آب اضافه نمیکنیم، همتو کم کم مندازیم بخطر که زیاد تیره نباشه و زیاد نرمم نباشه. نازنینا نمکش همیشه مقدار ضرورت استفاده کنین بخاطر که زیاد بی نمک هم بیه مزه نمیته و زیاد شور هم باشه مزه نمیته. آل مواد ما آماده شد، ایره برای یک چند دقیقه میمانیم، 15 دقیقه یا 20 دقیقه تا که یک کمک همی مواد ما آماده شوند. بعد از او روغن خوب به حرارت بلند خوب داغ میکنیم. ما از قاشق آیس کریم استفاده کردیم نازنینا، شما میتونین از قاشق غذاخوری هم استفاده کنین، هر کدام شما تا دانه به دانه مندازیم جدا جدا تا که به هم دیگر نچسبه. ویدیو را امیدوار استم که تا آخرش شما تماشا کنین. تشکری خاص از کسایی میکنم که همیشه لایک میکنن، سابسکرایب میکنن، شیر میکنن. زنده و سلامت باشین نازنینایم و منتظر سوال های شما هستم. اگر کدام سوال داشتین حتما بر من در پایین نوشته کنین سوال هایتان، هم حتما برتان جواب میگم و منتظر کامنت های مقبولتان من همیشه هستم. و عزیزای دل که نو به چینل ما پیوستن، امیدوار استم که این ویدیو ما خوشتان بیایه و همیشه لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین و زنگوله آگاهی رو بفشارین تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر باشین. از تمام شما عزیزای دل به خداوند بی نیاز مسپارم. الله یار مددگارتان، دوستتان دارم. خدا حافظ.